افزودن یک مشخصه به LNG و معرفی انواع مختلف مشخصه ها. در فیلم قبل نحوه افزودن LNG را مشاهده کردید. همونطور که بیان شد، پس از تعیین موارد لازم، وارد قسمت اسپکس می شویم. برای اضافه کردن یک مشخصه به این جدول، روی دکمه اد در سمت راست آن کلیک کنید. تا پنجره اکسچنج اسپک باز شود در کادر نیم این پنجره نام مشخصه مورد نظر خود را تایپ کنید یا از نام پیش فرزه های سیس استفاده کنید با کلیک روی کادر تایپ و باز کردن لیست باز آن می توانید نوع مشخصه مورد نظر را انتخاب کنید مشخصه هایی که در لیست باز برای انتخاب در اختیار شما قرار دارند عبارتند از تمپرچر در این گزینه می توانید دمای هر کدام از جریان های متصل به مبدل را مشخص کنید. پس از انتخاب این گزینه در کادر استریم نام جریانی را که می خواهیم دمای آن را مشخص کنیم وارد می کنیم. و در کادر اسپک ولیو دمای مورد نظر را وارد می کنیم. با انتخاب گزینه دلتا تم تفاوت دما بین دو جریان متصل به مبدل را مشخص می کنید. یا دمای تعادلی جریان های سرد یا گرم ورودی را که برای محاسبه دمای هدر رفته یا هیت لیک اورلاس به کار می رود مشخص می کنید. پس از انتخاب این گزینه در کادرهای استریم مثبت و استریم منفی نام دو جریان مورد نظر را از لیست بازشوی هر کادر انتخاب می کنیم. و در کادر اسپک ولیو، مقدار اختلاف دمای مورد نظر را وارد می کنیم. با انتخاب گزینه مین اپروچ می توانید حداقل تفاوت دمای بین جریان گرم ورودی و سرد خروجی از مبدل را مشخص کنید. بعد از انتخاب این گزینه می توانید در کادر پس نام پاسی از جریان را که در لیست باز شد در اختیارتان قرار دارد انتخاب کنید و میزان تفاوت دمای مورد نظر را در کادر اسپک ولیو وارد کنید. با انتخاب گزینه UA می توانید حاصل ضرب ضریب انتقال حرارت کل در سطح انتقال حرارت را برای یک پاس جریان مشخص کنید. با انتخاب گزینه LMTD می توانید متوسط دمای لگاریتمی را برای هر پاس از جریان مشخص کنید. با انتخاب گزینه دیوتی می توانید توان حرارتی یا خطای موازنه تبادل انرژی یا گرمای هدر رفته در هر پاس جریان را مشخص کنید. بعد از انتخاب این گزینه نام پاس جریان مورد نظر یا خطای محاسباتی یا شار حرارتی کل را از لیست بازشوی پس انتخاب کنید و مقدار آن را در کادر اسپکفلیو وارد کنید در صورتی که بخواهید از این گزینه برای مشخص کردن گرمای هدر رفته استفاده کنید در بخش پارامیترز و قسمت هیت لیکورلاس باید گزینه پروپورشنال یا اکسترمنت انتخاب شود. گزینه دیوتی ریشیو با انتخاب این گزینه می توانید نسبت شارهای گرمایی بین هر جوف فاز جریان را مشخص کنید. با انتخاب گزینه فلو می توانید شدت جریان مولی جرمی یا دبی حجمی هر جریان را که دبی آن مشخص نیست تعیین کنید. بعد از انتخاب این گزینه، می توانید نام جریان مورد نظر را از لیست بازشوی استریم انتخاب کنید و مبنای داده خود را که بر حسب دبی مولی، جرمی یا حجمی است در کادر بیسیس مشخص کنید و مقدار دبی مورد نظر را در کادر اسپکت ولیو وارد کنید. با انتخاب گزینه فلورشیو می توانید نسبت دبی دو جریان متصل به مبدل را مشخص کنید.